این تماس از زندان عراق می باشد. به نام خدا، قدیر خم کجا، کبیر خم کجا، ای حیدر کرار، ای صاحب ذوالفقار، از دست خلیفه و خراف حوار حوار حوار، امام علی خلافت را از قدیر خم و خطبه پیامبر اکرم پیش چشم 100,000 نفر حاجی حد مسلم خود می دانستم، ما مردم نخواستند. 25 سال خانه نشین شده فرمود خلافت، چون ابر پاره پاره زود می گذرد و برای من از آب دینی بود بیارزشتر است. افسار شطر خلافت را روی کاهانش انداخت، سفارش کرد مرا بگذارید و دیگری را برگزینید. من در برابر حاکم از شما مطیع‌تر و شنواترم. از حاکم مزور پیروی نکنید، مرا با کلمات زیبا مدح و ستایش نکنید، از گفتن حرف حق نترسید، من هم از اشتباه مبرا نیستم. بدانید بدد بدترین مردم نزد خدا رهبر ستمگر است. اما شما آقای خامنه‌ای، پنهان از چشم مردم و پشت درهای بسته گفتید قانونن و شرعن نمیتوانم رهبر بشوم و باید به حال مردم ایران خون گریست اگر احتمال رهبر شدن من باشد. برخلاف این ادعای درست و محکم و قرار رهبر شدید، رهبر شدید و سوار بر شطر خلافت شیران دوشیدید. 30 سال است که نه آهسته می روید نه کسی را ترکتان سوار می کنید، نه نگه می دارید ببینید چه بر جای گذاشته اید، نه پیاده می شوید، چنان تند می تازید تا پاکوب شطر خلافت شود خاک و پاره پاره وطن، کار بکشد به جنگ داخلی هموطن با هموطن. به عدم مشروعیت و مقبولیت خود مشکوک، شاید هم ایمان دارید، تن نمی دهید به رفراندوم. فقط یک راه مونده باقی، زور مردم. علی که مدعی معصومیت نبود ظرف 3 سال رکورد عدالت را زد. شما در 30 سال رکورد اختلاس و اعتیاد، فساد و فحشا، تورم و گرانی، دروغ و ریاکاری را دارید، ولی مدعی هستید یک اشتباه نداشتید و یک عذرخواهی نکردید. رهبر بی خطا، به خدا، قبول خلافت بزرگترین خلافت. این درست است؟ اختیارات مطلق و پاسخگویی مطلقا. مردم توی شعب ابی طالب در رنج، شما و مسئولان توی قناعم تاق کسرا در گنج. آقای خامنه‌ای، به وقت زاییده شدن گفتید یا علی، از آسمان قضا میخورید، با غیب در ارتباطید، با امام زمان دیدار دارید، خاک و سنگ را متبرک میکنید، بوسه زنان بر دستتان را حلال میکنید، خلاصه در معجزه گوی سبقت از موسی و عیسی رو بوده اید، مانده فقط ید بیضا و عصای اژدها. زیبلوم هستید، مانده هم کدام یک از دو امام علی عالم تر است. رون نورانی هستید، نورانی هستید در ماشین مخصوص با آن همه نور افکن و نور فردازی عرفهی. البته شما با آن معاصن سفید که سهل است، اگر بلال حبشی هم جای شما بنشیند نورانی می شود. افسوس افسوس که مدعیان و معجزه‌بازان دروغین منصب می گیرند و زر، منتقدان حبس میگیرند و زهر. آقای خامنه‌ای، صحبت از نور شد، یاد حاله نور افتادم. از سنگ محک بصیرتتان آقای احمدی نژاد چه خبر؟ آقای خامنه‌ای، وقتی قاضی و عزاد خبرگان رهبری و هر مسئول دیگر باید نور در ولایت مطلقه باشد خواستم تعیید صلاحیت بشود، هیچ کس خودش نیست، متظاهرند. آب از سر بی‌طرفی گذشته است، مرده آزادی و استقلال و عدالت.
من که نباید برایت بگویم استاد درس خارج فقه تسلسل باطل است. به جان سعید طوسی قاری محبوب بیتتان قسم. آقای خامنه‌ای، ولایت مطلقه و آزادی و دموکراسی دو پادشاهند که در یک تقلیم نگنجند. تا ولایت مطلقه است آزادی مردم مطلقه است. ببینید که ولایت چه خاکی کرده بر سر این ولایت. قسم به کتاب مبین، قسم به کتاب مبین، شما با حکومت دین دین مردم را زدید به زمین. آقای خامنه ای، خوب نامه امر و نهی می نویسید برای مردم و حاکمان جهان، بعد من برای تان نامه می نویسم می فرستید مرا زندان. ختم کلام. آقای خامنه ای، سرانجام از فساد و ستم، تزویر و خرافه ویران می شود دارالخلافه. محمد نجفی، وکیل دادگستری، 26 مرداد 1398، زندان مرکزی عراق.